بسلامه مجدد بینده گرامی، دیروز تمام ما و شما شاهد بودیم که دولت افغانستان روز نهم خوته به نام قدردانی از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور نامگذاری کردند و طی مراسم بسیار خاص و باشکوهی در گوشه و کنار وطن از سربازان دلیر وطن که سینه را در برابر دشمنان وطن سپهر ساختند و شبانه روزی از نوامیس ملی کشور مردان دفاع میکنند قدردانی کردند. کار شایسته و باید هم سربازان ما چی در چوکات وزارت دفاع، ریاست امنیت ملی و یا وزارت داخله هر لحظه قدردانی شوند، هر لحظه فداکاری های از اونا یادآوری شوند. اما ای کاش که دیروز دولت افغانستان در این برنامه مجلل با قوای نظامی کشور ما پیشنهاد میکرد که ما نه تنها از زنده بودن شما و فعالیت هایتان در برابر وطن قدردانی میکنیم، بلکه در روز مشکلات که نصیبتان میشه نیز در کنارتان قرار خواهیم گرفت و فراموشتان نخواهیم کرد. کاش آقای غنی و عبدالله میگفتند که دولت به خانواده شهدا برنامه خاص داره. خب ما دو شرکت شهدا داریم، یکی شهدای غیر نظامی ماست، از اون اصلا یاد نمیشه، اما از شهدای خانواده نظامی های ما باید یاد شود و دولت باید برنامه هایی می داشتن و بر از اونا می افتن که در نبودشان از خانواده های آنها حمایت خواهند کرد. کاش می گفتن در صورت که شما در میدان های نبرد زخم بر می دارید و دیگر توان انجام وظیفه را ندارید، دولت با برنامه های منظم از شما و خانواده هایتان دستگیری خواهد کرد. اما بار دیگر دیروز فقط یک نمایش بود و بس. در 16 سال گذشته صدها جوان عزیز ما در میدانهای نبرد، ماینهای کنار جاده و حملات انتحاری جانهای شیرین خود را از دست دادند. ولی با درد و تأسف که شهادت و زخمی شدنشان پایان کارشان بود و بعد از اون دولت اصلا توجهی به بازمانده های آنها نکرد. سربازی که دیروز در میدان نبرد غرور آفرین بود دیده شده است که اکنون در کنار جاده دست به گدایی میزند و اگر شهید شده است خانوادهش رو به گدایی آوردن. پس ای کاش در کشور ما به جای تشویق و مراسم تشریفاتی کارهای بنیادی صورت بگیرد، مخصوصا در برابر خانواده های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور. و این وظیفه وزارت دفاع و وزارت داخل است تا در این مورد طرح را پیشکش نمایند و از زمینه های عملی را جستجو کنند. در غیر آن اون عرف معروف است که تا زنده اید ارزش دارید، بعد از رفتن صفحه داستان زندگی شما نیز بسته می شود و حفظ آرشیف می شود. دیگرمی در ادامه توجه شما را به سه کلیپ جلب می کنم که هر کدام حاوی پیامی است برای بیننده ها. شاد باشین. داخل ساحه میشن و هم مردم محل تهدید میکنن و هم شروع کردین به فعالیت های مینگذاری و یک تعداد عملات هم Поехали.
درست با بابا خبر کردیم دیگه تا بالا خواب درباره چیزی نگفتن. مرمی بیار، مرمی الان مرمی 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 ای دیاغدی دکو کر کی نیت پینا وی گات انادر 3 انفجار ای بوشکا مواد منفجره د کل ازی پر از شما میبینی گن لاینا د کل ازی دواندگی زگن لاینا از وینی ماین زده پرسنلی است که یا ماین داره نفرای ما گوش کن نفرای ما دینی سرک از این سرک دیدی در سرک مو است دشمن در داخل جنگل است کدام رو شد اول ما یه بودا میگه که موتور را زدن که توجه شدی که پگرفتی سر بند کرده ما دارم آر پی جی کجاست آر پی جی گرفت ماندا مگرفت ای زمانا زمانا بگو زمانا بگو مستر بگو ایره بخاطر چی شان داده بخاطر گزمه هر طرف گزمه که مشتم مرکز مشتم بگو خونساش دیگه شان خونساش خود از بشته بود ایره باخل بشته بود الله أكبر هموطنان عزیز، مایک نظامی شما هستم که در بخش مبارزه با تروریسم و جنگ‌های نامتعارف در حال تکمیل کردن برنامه ماستریم از پوهنتون دفاع ملی آمریکا می‌باشم. مدت 15 سال میشه در بخش‌های مختلف قوای مسلح افغانستان خدمت کردیم. در این مدت بارها فرصت از این وجود داشته که جهت ادامه تحصیل و آموزش‌های مسلکی با آمریکا و کشورهای غربی بیایم و بعد از تکمیل برنامه دوباره به کشورم برگردم. هر باره که با آمریکا آمدیم فرصت عزیزی بوده که من اینجا زندگی تازه را شروع بکنم و ماندگار شدم. با اون که زندگی کردن در اینجا سهولت های به همراه داره اما هیچگاه من خودم متعلق به اینجا احساس نکردم.
فکر میکنم نسبت به کشورم و مردمم. دین دارم و مسئولیت دارم که باید او را انجام بدم. اما تنهای عزیز، افغانستان روزهای دشوار خود سپری می کنند. هم نوعان ما که فرزندان شما می شوند به خاطر دفاع از عزت، شرف و حیثیت مردم افغانستان همه روزه از خود ایثار و قربانی به جا می گذارند تا شما مردم عزیز یک آینده عاری از خشونت که حق طبیعی شما است داشته باشد. خبرهای ترور، وحشت و بربریت نه تنها بالای مورال ما و سایر همکارانم در اینجا تأثیر منفی نمی کنه، بلکه اراده ما را محکمتر ساخته و دلیل بر حقانیت مبارزه ما علیه تروریسم بین المللی می باشد. هموطنان عزیز، ما زندگی کردن در کنار شما و در کشورم نه تنها به خود بزرگترین عزت و افتخار می دانم و ترجیح می دانم، بلکه تصمیم دارم تا فرزندانم نیز در کنار شما بزرگ شوند و از شما درس عدالت خواهی و مبارزه سرفرازی یاد بگیرند. افغانستان به تو نیاز دارد. ثبوت همت و شهامت وای در چهره غمگینش هوید است. پا ندارد. همه هنر انتقال دادن دیگران را هم را با خودش به شکل بهتر آموخته است. به هدف دفاع از خاکش و محبت با کشورش لباس نیروهای امنیتی را بتن کرد، اما امروز با وضعیت بد در شهر کابل تکسیرانی می کند. شریف می گوید که در ولایت هلمند سرباز بود که انفجار ماین هر دو پایش را از وای گرفت. ما چه فکر ما نشد چرا رقم سری ماین پای ما آمد یا چرا رقم شد؟ یک دفعه نمود تو که قسمی که پای ما را مبینی قطع است، یعنی می قسم اونو موجه ماین قطعش کرده. بسیار کلان ماین بوده، چون که آلسا تا صدمه زیاد هم که برای ما رسانده ماین کلان بوده. چی برد بیارم؟ می گوید یکان هدف زندگیش خدمت به دیگران و پیدا کردن نفقه به اعضای فامیلش می باشد. وی می گوید که مردم او را به حیث یک جوان شجاع می شناسند و به خدمت کردنش به مردم افتخار می کند. زندگی شریف مملو از مشکلات نابسامانی ها است. اما وی با این همه مشکلات به مانند یک سرباز شجاع و با همت مقابله می کند و شکست را نمی پذیرد. آدم که همتی باشه، غیرتی باشه، به هر رقم رای حل خود پیدا می کنه. یا خداوند یک چیز از او را کسبش از او مگره، یک رای دیگه برش پیدا می کنه. کنترل موتر کنترل داره، اما دلیوری در جوری هم کردیم و در این حالت هم کستم. اگر در جوری به پای دلیوری می کردم، حالا که دست دلیوری می کنم. برای ما کنم فرق نه در جوری داره نه حالا داره. شریف جوان 40 سال است، اما تا حال ازدواج نکرده است. پدر شریف در یک گوشه از منطقه تیمنی شهر کابل دکان فروش میوه تازه دارد و این حالت پسر جوانش برای او بسیار دردآور است. امروز اولی که یک انسان افتخار نکنه، یک انسان مثال وطن خود دوست نداشته باشه، از ملت خود وامیدی مثال پرستش نکنه، دفاع نکنه، اصلا دیگه گفته یکم تا اولاد خودم نمیمانه که مثال فامیدی در ایالت برسم. شریف برای خودش از حکومت چیزی نمیخواهد، اما بالای حکومت افغانستان صدا میزند که کمک برای خانواده های معلولین و بازماندگان سربازان کشته شده در اردو را بیشتر سازد، زیرا به گفته وی آنان به خاطر دفاع از کشورشان قربانی دادند. این در حالی است که از 9 اوت به حیث روز نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تجلیل میگردد. زنده با جوانهای اردوی ملی افغانستان.